به نام خدا سلام و وقت بخیر صبحانه تبارتبایی هستم مدرس تکنیک های مختلف نقاشی و طراحی از گروه مکتب خونه توی این دوره آموزشی میخوایم با هم بافته مختلف مثل بافت چوب، بافت پارچه و بافت شیشه و همچنین کنترل دست رو داشته باشیم به جز اینا عیزه مختلف صورت مثل بینی، گوش، چهره کامل، لب، چشم و همه اینا رو می‌خوایم با هم کار بکنیم و به جز اینا پرسپکتیو رو هم ما داریم که دو نقطه ای، سه نقطه ای و تک نقطه رو شامل میشه. اما قبل از اونا می‌خوایم با هم ابزارا رو داشته باشیم که چه ابزارهایی برای این دوره آموزشی ما لازم داریم. اول از همه کاتر رو می‌خوام بهتون معرفی بکنم. کاتر وسیله هستش که برای تراشیدن مدادمون ازش استفاده می‌کنیم که همچنین شما می‌تونید از تراش هم استفاده بکنید. اما خب بهتر از کاتر استفاده بکنید. حالا توی دوره متوجه این قضیه خواهید شد خودتون. ولی در مجموع من کاتر رو بیشتر بهتون توصیه میکنم تا تراش بعد از اون میرسیم به پاکون اتودی که مدل مختلفش توی بازار موجوده سبک مسلسی داره دایره ای داره دایره ای بزرگ دایره ای کوچیک و همچنین مستطیلی که حالا این مستطیلیش هستش که من دارم که حالا شما هر کدوم بخواید میتونید تهیه بفرمایید و بیشتر برای در آوردن جزئیات ریز مثل بافت مو جایی که میخوایم سفیدی ریز داشته باشیم ازش استفاده میکنیم میرسین به اتهاد فلزی که خیلی واجب نیست داشتن این وسیله چون هم یه دوری قیمتش بالاه و همین که کار مداد معمولی رو انجام میده خیلی فرق خاصی نیست و برای کشیدن طرح اولیه بیشتر ازش استفاده میکنیم حالا میرسیم به سری ب مداد هامون که مداد ب2، ب4، ب6 و ب8 رو شامل میشه که البته به دلخواه خودتون هستش میتونید مداد ب2، ب3، ب5، ب7 اینا رو بگیرید ما تا ب12 و ب14 مداد داریم ولی خب من توصیه میکنم چهار تاشم بگیرید کافیه یا حالا زوجش رو بگیرید یا حالا فردش رو بگیرید فرقی نمیکنه حالا توی دوره بهتون توضیح میدم که مداد سری بیش زیاد بشه چه اتفاقی میفته اچ زیاد بشه چه اتفاقی میفته خیلی با این مسائل کار نداریم ولی در نظر داشته باشید که شما چهار تا مداد برای طراحی لازم دارید مداد HP هم که ما داریم مداد HP هم مداد معمولیه یعنی کار اتود رو انجام میده در واقع و خیلی فرق خاصی با اتود نداره اما در نظر داشته باشید حتما مداد HP معمولی تهیه کنید یه ذره مداد HP هستش که بهش مثلا بیشتره اما مدادی که بهش بیشتره یه ذره چرب‌تره اما شما مداد HP داشته باشید کافیه یه پاکون هم که ما لازم داریم برای پاک کردن کارمون یه پاکن خیلی معمولی و ساده حالا مارک خاصی هم لازم نیست باشه ولی ترجیحا جنسش نرم باشه یه جوری باشه که وقتی بهش دست میزنیم حالت نرمیش رو حس بکنید یه سری پاکونا هستش جنسش سفته اون سفته خیلی به درد ما نمیخوره در مجموع چیز خاصی لازم نداریم و میتونیم کارمون رو شروع بکنیم فقط نکته ای که وجود داره اینه که شما یه تخت شاسی هم حتما داشته باشید تخت شاسی هم سایزهای مختلف داره سایز آسه داره سایز آچهار داره و همچنین سایز آ هم حتی داره ولی شما سایز آسه بگیری کاملا کافیه و کارتون رو راه میندازه بریم که دوباره شروع بکنیم ببینیم چیکار میکنیم